بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کند جور و صحتمند باشین. صحتمندی شما را از خداوند متعال خواهانم. خب شاگردان عزیز، درسی که ما شما قبلا مطالعه کردیم، یعنی در مورد ایزومیری در مرکبات یوزی بود که ما شما او را تحت مطالعه قرار دادیم. خدا کند که مشکلاتتان حل شده باشه. و همچنان در قسمت ایزومیری ها ما شما یک کارخانگی داشتیم که برای شما داده بودم کارخانگی را، و خدا کند که او را حل کرده باشین و با خود داشته باشین. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه من درس امروز خود آغاز کنم، برای شما یادآور میشم که با خود کتاب، کتابچه و قلم داشته باشین تا بعضی نکات مهمی که من یادآور میشم او را با خود یادداشت کنین. خب درس امروز ما صنف نهم، مضمون کیمیا، موضوع درس خواص فیزیکی الکان ها و میتان است. خب شاگردان عزیز، ما در قسمت خواص فیزیکی میتان ما شما الکان ها را قبلا مطالعه کردیم. گفتیم که الکان ها یعنی مرکباتی هستند که اتم های کربنشان با هیدروژن چی شده؟ مشبوه شده، یعنی هیدروکربن های مشبوه هستند که ما شما قبلا او را مطالعه کردیم و همچنان نامگذاری و ایزومیری هیدروکربن ها را ما قبلا مطالعه کردیم. حالا ما خواص فیزیکی الکان ها را تحت مطالعه قرار میدیم. میگیم که الکان ها یعنی در شرایط عادی، یعنی همچنان هم به شکل گاز وجود داره، هم به شکل مایع و هم به شکل جامد وجود داره. خب پس کدام هیدروکربن های سلسله الکان ها یعنی به شکل گاز وجود داره؟ میگیم که هیدروکربن هایی که تعداد کربن هایشان تا کربن چهارم باشه، مثال میگیم میتان، ایتان، پروپان، بیوتان. پس اینی هیدروکربن های سلسله الکان که است یا در شرایط عادی به شکل گاز وجود دارد. به شکل چی؟ به شکل گاز وجود دارد. خب از کربن پنجم که ما شما او را چی میگیم؟ پنتان میگیم. یعنی از پنتان الا کربن ابدوم، الا کربن ابدوم به شکل چی است؟ به شکل مایع وجود دارد. و از کربن ابدوم الا آخره به شکل چی وجود داره؟ به شکل جامد وجود داره. خب هیدروکربن ها که از یعنی نقطه غلیان هیدروکربن ها به صورت عموم، یعنی نظر به تعداد کربن های آنهاست، یعنی هر قدر که تعداد اتم هایشان کم باشه نقطه غلیانشان پایین است، و هر قدر که تعداد کربن هایشان اضافه شوه نقطه غلیانشان هم چی شده میره؟ بلند شده میره. یعنی اگر ما بگوییم که هیدروکربنی که تعداد کربنش یک باشه، یعنی مثال میتان یا ایتان باشه، پس نقطه غلیان اینها که از چی از؟ پایین است، و او که به ترتیب بالا رفته میره نقطه غلیانشان چی شده میره؟ اضافه شده میره. و همچنان کثافتشان نسبت به آب چی است؟ کمتر است. نقطه غلیانشان رو گفتیم که نسبت به تعداد اتم های کربنشان اضافه شده میره، و کثافتشان نسبت به آب کم است. خب الکان ها به صورت عموم به شعله آبی رنگ می سوزن، یعنی تمام
هیدروکاربون های سلسله الکان اگر ما این را بخواهیم بسوزانیم به کدام رنگ می سوزن؟ به رنگ آبی می سوزن. و الکان ها در آب غیر منحل است، یعنی الکان ها در آب حل نمیشن، بلکه در محلل های عضوی حل میشه. محلل های عضوی چی است؟ محلل عضوی مثال کاربن تتراکلوراید، الکل، بنزین، اینیا که هستن محلل های عضوی هستن که هیدروکاربن های سلسله الکان در این محلل ها چی میشه؟ حل میشه، مگر در آب حل نمیشه. خب دیگه ما میتان میگیم. میتان به صورت عموم مرکب اول سلسله الکان هاست. ما شما وقتی که الکان ها را میگیم که هیدروکاربن های مشبوع است، پس مرکب اولش کدام است؟ میتان است. خب میتان، فرمول مولکولی میتان چی است؟ سی، یعنی کاربونش یک است، یعنی تعداد کاربونهای چند است؟ یک است. سی ات چار فرمول مولکولیش است. و فرمول ساختمانی میتان که است، یعنی یک کاربون با چار اتم هیدروژن به چار اطراف کاربون چی است؟ احاطه شده. و بالاخره فرمول ساختمانی میتان به این شکل است. ما شما در قسمت فرمول مولکولی گفتیم که فرمول مولکولی تعداد اتم ها را به ما نشان میده. فرمول مولکولی چی است؟ تعداد اتم ها را به ما نشان میده. طور مثال در میتان میگیم که کاربن تعدادش یک است و از هیدروژن چند است؟ چهار است. و در فرمول ساختمانی که ما از میتان نوشته کردیم، موقعیت اتم ها را به ما نشان میده. چی را نشان میده؟ موقعیت اتم ها را. طور مثال موقعیت اتم کاربن به این شکل است و از اتم های هیدروژن با چهار اطراف کاربن چی داره؟ موقعیت داره. خب ما مدل که تهیه کردیم از چی را؟ از میتان. یعنی به این شکل است که این ما شما چی میگیم؟ اتم های هیدروژن میگیم و این سیاهی که مثال رنگ به رنگ سیاه است در قسمت مرکز قرار داره، این چی است؟ این کاربن است. کاربن و چهار اتم هیدروژن، یعنی مدل خود میتان ما شما به این شکل ما شما میتونیم که مدلش را بسازیم. وقتی که ما به این رقم میگم این به این شکل نداره، چون اگر من این به این رقم نشان بدم، یک هیدروژن در عقب کاربن قرار میگیره، یک هیدروژن در عقب کاربن چی میکنه؟ قرار میگیره. و در اینجا ما بازی به این شکل نشان کردیم تا شما تعداد هیدروژن ها را درست ببینید. و اگر به شکل مدل باشه، ما باید به این شکل دیده چی کنیم؟ ما این را باید بسازیم. این مدل چی است؟ مدل ساختمان میتان است. خب خود میتان یعنی در طبیعت، یعنی به پیمانه زیاد وجود داره. اینمی گازهای طبیعی که ما شما در بالونها از او استفاده میکنیم، یعنی تقریبا 90% در ترکیب خود چی داره؟ گاز میتان داره. در ترکیب خود همین گازهایی که ما شما در خانه ها به خاطر پخت و پز از او استفاده میکنیم، از او گازها، اونمو گاز در ترکیب خود چی داره؟ 90% گاز میتان داره. گاز چی داره؟ گاز میتان داره که به شکل طبیعی ما شما او را از زیر زمین او را استخراج میکنیم با منظور استفاده از او کار میگیریم. خب شاگردان عزیز، در این قسمت که ما شما خواص فیزیکی الکان ها را مطالعه کردیم، یعنی گفتیم که الکان ها یعنی میتواند که نظر به شرایط حالت گاز، حالت مایع و حالت جامد داشته باشه. و همچنان گفتیم که چهار مرکب اول از این که ما شما قبلا نوشته کردیم، مثال میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، یعنی این به شکل گاز وجود داره و از کاربن پنجم الی کاربن هفدهم به شکل مایع وجود داره و
و بالاخره از کربن ابده، یعنی از کربن 5 الی کربن ابدوم به شکل مایع، و از کربن ابدوم به بعد به شکل جامد وجود دارد. و همچنان گفتیم که نقطه غلیان الکان ها نظر به تعداد اتم های کربنشان است، یعنی هر که تعداد اتم های کربن زیاد شده بره، نقطه غلیانشان هم چی می باشه؟ بلند شده می ره. و کثافتشان نسبت به آب کمتر است. و الکان ها در آب غیر منحل است و در محلل های عضوی مانند کربن تتراکلوراید، مانند بنزین، الکل و غیره یا چی هستند؟ یعنی منحل هستند. در آب غیر منحل و در محلل های عضوی مانند کربن تتراکلوراید، بنزین و الکل منحل هستند. خب در این قسمت ما گفتیم که مرکب اول سلسله الکان ها کدام مرکب است؟ گفتیم میتان است. چی است؟ میتان است که فرمول مولکولی میتان گفتیم که CH4، و فرمول ساختمانیش گفتیم که یعنی به این شکل است که به چهار اطراف کربن اتم های هیدروژن چی داره؟ قرار داره. و مدلش گفتیم که به این شکل مدل میتان است. و می ترتیب ما گفتیم که امی گاز طبیعی در طبیعت، یعنی که به خاطر پخت و پز در خانه ما از استفاده می کنیم، یعنی 90% در ترکیب خود چی داره؟ گاز میتان داره. گاز چی داره؟ گاز میتان داره. خب شاگردان عزیز، یعنی در این قسمت درس ما کارخانگی داریم که او را ما برتان سرتخته نشته می کنم و شما او را در کتابچه هایتان حل کرده و روز بعدی با خود او را داشته باشید. خب در قسمت هیدروکربن های هیدروکربن هایی که تعداد کربنشان هفت هشت و نو باشد، فرمول مولکولی و ساختمانی آنها را بنویسید. هیدروکربن های مشبوع، هیدروکربن های مشبوع که تعداد کربن هایشان 7، 8 و 9 باشد، فرمول مولکولی و ساختمانی آنها را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. خدا حافظ.